چجور آدمی هستی؟ با این حقوقتی که من را حقت کردم هنوز دلید بدخواه من نیست. من پیشنهاد ازدواج تو قبول میکنم، دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدی. مهم اینه که ما بازی زندگی رو بردیم، چون که هنوز هستیم. این قصه با عشق تو شروع شد، اما حالا توی عشق بزرگتری صبح شد. همه این کارا رو به خاطر تو کردم. تو دروغ میگی. من فقط یه بازیچه بودم تو دسته شعبده باز شما. یه عروسه که خوش آمارن که حالا برای که بازی جنایتاتون بر من بشه، باید با یه آدم به حق و سکوت بگیر استباش کنم. وای گرشت اندازه یه قبع همه بشتریت سندیده. که بهش میگفتم بیا برو این دختر دهاتی رو بی سر صدا بگیر، فکر نمیکرد یه کاسه از زیر نیم کاسه هست. اینقدر از این ورون ور شنید که ارباب بخواد دختر رعیتش رو بگیری که آسی شد. اصلا من از اولم نباید به حرف تو بقیه گوش میدادم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم. ای عشقهای گرم و مزاحم، از من چه میخواهید؟ بگذارید در این لحظات آخر عمر یوسفم را خوب ببینم. قطعا همه تو متوجه شدین که امروز تولد چه بزرگواری سرکار خانم کتاین ریاحی. خیلی خوش آمدین، تولدتون مبارک بشه. خیلی متشکرم، مرسی از دعوتتون و مرسی از تبریکتون. سپاس از همه. تولد امیدوارم مبارک باشه. وقتی مبارک میشه که همه حالشون خوب باشه. فرزندان من آوای مهر هستی رو همه جا بشنون و مردم سرزمین خوب و خوش و خرم باشه. ایشالله واقعا برای همه سرزمینمون و برای همه مردمانمون، و امیدوارم که مدیران و مسئولان محترم به این مردم شریف و عزیز و با کیفیتی که داریم و بی نظیرن بیشتر توجه کنن، غمشون رو بیشتر بخورن که حال مردممون هم همیشه خوب باشه. من سوال بپرسم ازتون. بفرمایید. اول اینکه ما وقتی که متوجه شدیم که سرکار خانم ریاحی یه مقدار کمکارن، خودشون انتخاب کردن که این اتفاق بیفته، نام شما رو با یک بنیاد خیریه‌ای شنیدیم که خودتون آغاز کننده اون فضا بودین و اون چیزی که من میدونم در منطقه و خاورمیانه تنها بنیادیه که داره به کودکان برای مشکل شنواییشون تلاش میکنه برای اینکه مشکل برطرف بشه. چی شد این دغدغه ایجاد شد؟ خیلی کوتاه ولی میخوام بیشتر در مورد حال بچه‌ها الان بپرسم ازتون که چجوری. ببین، بنیاد کمک کار کاشت حلزونی گوش میکنه برای فرزندان ناشنوای مرزبون. تنها بنیاد و اولین بنیاد نیکوکاری در ایران هست که این حرکت رو انجام میده. در تمام دنیا این جراحی بسیار گرونه و بنابراین دولت ها این جراحی رو به عهده میگیرن. کمتر پیش میاد که NGO یا یک بنیاد نیکوکاری چنین کاری انجام بده، اما در ایران ما پیش قدم شدیم و خواستیم که به مردم سرزمین کمک کنیم و نگفتیم که خب همه جا دولت ها این کار رو میکنن، الان باید اینطور باشه. قراره که هیئت امنای ارضی، بهزیستی، بیمارستان های متولی و بهداشت، وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی، تمام اینها کمک کنن. گویا تا اونجایی که من در جریان هستم هر کدوم از این جاها
به نوعی بابت کاشت حلزونی گوش بودجه میگیرن. ولی من اون روز خیلی تعجب کردم که آقایی که به عنوان نماینده آقای دکتری که تشریف آورده بودن، نماینده وزیر بهداشت تشریف آورده بود از وزارت بهداشت، گفتن ما هنوز بودجه نگرفتیم. من خیلی تعجب کردم چون جاهای مختلف اینقدر بابت کاشت حلزونی بودجه گرفته میشه و نمیدونم کجاها مصرف میشه، چون به هر حال خانواده مجبور میشه نهایتا نصف هزینه‌اش رو از ما بگیره و نصف هزینه رو از بهزیستی بگیره. چقدر هست من میتونم هزینه؟ بله، هزینه جراحی هر گوش بین 6 تا 9 میلیون تومان هستش. متاسفانه یک سری قوانین تبصره‌ای هم وجود داره. مثلا ما یه مورد داشتیم که بچه دوقلو به دنیا آمده بودن، هر دوشون ناشنوا بود، بچه رو گفتن یکیش رو 6 میلیون میدیم، یکیش رو بعد 9 میلیون هزینه کاشت جراحیش میشه. و این اصلا و آزادشون چیز که من میدونم نزدیک 40 30 تا 50 میلیون. بله، این هم یه مسئله است که ما یه نوسانی داره به دلیل بچه ها و شرایط بچه ها. بچه هایی که ایرانی نیستن گاهی اوقات تا بالای 50 میلیون هم بچه های افغان هزینه میشه برشون. مردم میتونن به شما کمک کنن؟ یعنی من اگه بخوام الان شما رو حساب شما زیر نویس بشه؟ بله، میتونن که به شما کمک کنن. پس اگه رفقای ما شما رو، افشین جان، شما رو حساب رو زیر نویس کنن، هر کسی که واقعا دوست بله. داره که به فضای شما که به هر شکل منحصر به فرد، در واقع ما حامی اصلی ما خداست در وهله اول و بعد مردم. ما برای مردم کار میکنیم و مردم هم به ما کمک میکنن. وگرنه خیلی جای تأسف داره که من بگم کسایی که باید حامی ما باشن از جمله بهزیستی نه تنها دست ما رو نمیگیرن، متاسفانه گاهی اوقات پیش اومده که پای ما رو هم میگیرن که قدممون رو درست و محکم بر نداریم. از جمله این مسائلی که پیش اومده، یک تفاهم نامه ما نوشتیم در سال دوم سالگرد بنیاد با آقای دکتر سخنگویی و خانم دکتر نوپرست که تشریف آورده بودن کیش، میهمان ما بودن، و تو دفتر جزیره ما یک تفاهم نامه نوشتیم که طبق اون تفاهم نامه ما شروع کردیم خیلی بلدوزروار سریع حرکت کردم، چون فکر میکنم انجیو باید اینطوری باشه دیگه. متاسفانه یه سری کارهای دیگه هست که شامل بوروکراسی میشه، ولی من این دیدگاه همینه که باید اینطوری حرکت کنه انجیو. بعد از 2 سال که ما حرکتمون رو کردیم به ما گفتن که ما اون تفاهم نامه رو امضا نکردیم. که یعنی چی؟ نمیدونم واقعا یعنی چی. امضا کردن و گفتن ما امضا نکردیم؟ نه، امضا نکرده بودن، بردن که بهزیستی امضا کنه. 2 سال ما طبق تفاهم نامه رفتار کردیم و به ما گفتن که بعد از 2 سال گفتن ما تفاهم نامه رو امضا نکردیم. این یکی. دوم این که توی اردیبهشت ماه تقریبا مجوز بنیاد کمک تموم شده. از اردیبهشت ماه تا همین الان من به عنوان یک شهروند معمولی از حقوق شهروندی استفاده میکنم و میپرسم از سازمان بهزیستی که برای چی مجوز یک بنیاد نیکوکاری رو نگه داشتن از اردیبهشت ماه تا الان؟ عذرتون چیه؟ خواهش میکنم پاسخگو باشین. آقای دکتر که از وزارت بهداشت تشریف آوردن لطف کردن تشریف آوردن، ادعا کردن که تا شب یلدا قرار این پروتزا وارد بشه، ولی این اتفاق نیفتاد متاسفانه. من از آقای دکتر خواهش میکنم این دفعه تشریف آوردین، قدم رنج کردین در بنیاد، لطف کنین و توضیح بدین. ما لازمی که برای مردم توضیح بدیم، باید پاسخگوی مردم باشیم. آقایون دکترا، آقایون کارمندان بهزیستی، از نظر من که من فکر میکنم همه کارمند مردم هستیم. من به عنوان NGO نه حقوق از جایی نمیگیرم، من دستمزدم مستقیما از خداوند میگیرم، ولی شما به عنوان کسی که دارین کار میکنین کارمند دولت هستین و حقوق رو از مردم دریافت میکنین، باید پاسخگو باشین و بگین که چرا اصلا جلوی ورود پروتز کاشت حلزونی گرفته شد، چه اتفاقی افتاد
و چرا الان وارد نشده؟ طبق گفته شما شب یلدا باید وارد بشه. در این مورد میخوایم مفصل صحبت کنیم، یه بخش کوتاه ببینیم. یه دزدی به شما تبریک تولد گفتن، برگرد. درود مامان، زاد روزت خیلی خجسته است، برای کل دنیا، به خاطر بینش زیبات و کردار زیبات. خانم ریحی عزیز، تولدتون مبارک. انشالله که سالهای سال برقرار باشید و تندرست و حضورتون مایه دلگرمی سینمای ایران. سپاسگزارم. تبریک میگم بهتون خانم ریحی عزیز. همه مردم ایران دوستتون دارن، میدونم، مطمئنم، و من که از تای قلب دوستتون دارم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و سایتون بر سر هنر ایران باشه. وجودت برای من حتی خجسته تره، چون اگه تو نبودی منم نبودم. هر جور امروز من هستم، روحم، وجودم، به خاطر وجود توه. یار همیشگی من، دوستت دارم، جاودان باشی. من یه تشکر بکنم از خانم پرند زاهدی و همه کسایی که ویدیو فرستادن. به هرش شرایط اینترنتمون هم الان یه جوریه که خیلی سخته، اما لطف کردن. آقای دکتر مسائلی الان پیام دادن گفتن ترخیص شده، خبر خوبی، امیدوارم این اتفاق بیفته. اما یه نکته که مهمه، من یه سری وایس شنیدم سرکار خانم که دل هر آدمی رو به رنج میاره، یعنی یه حال عجیب و غریبی میشه. پدر و مادرهایی که بچه‌هاشون تو یک گلدن تایم و یک زمان طلایی هستن و اگر الان شنوایی به دست نیارن، ممکن مشکلات عجیب و غریب براشون پیش بیاد. واقعا مشکل کجاست؟ یعنی میشه این رو برای من باز کنید؟ چون ما یه برنامه مفصل پرداختیم به این فضا. من کماکان متوجه نشدم مشکل کجاست که این پدر مادرها اینقدر مستصلن. بله، مشکل متاسفانه همین برخوردهای باری به هر جهت و برخوردهایی که فکر میکنم بهتر که یه تجدید نظر تو این برخوردها بشه. چون ببینین، وقتی که واقعا اینو اگر که همه آدم ها متوجه باشن و دقت کنن که دارن از مردم حقوق میگیرن، دیگه وقتی گوشی تلفن برمیدارن با یه مادری که فرزند بیمار داره، مشکل داره، یا یک معلولیتی داره مثل شنوایی، اونطوری صحبت نمی کنن که شما احیانا شنیدین. بله بله. و این مشکل از همین جاها شروع میشه. ما باید هممون پاسخگو باشیم به مردم. خب به همم تهرانی نیستم بیان ببینم. نه واقعا همینطوره. سیستان و بلوچستان من مویسا با مراکز کاشت به صورت کامل در تمام ایران نداریم. ما جنوب کشور و غرب کشور ما مراکز کاشت نداریم. بنابراین از مناطق محروم مجبورن این آدم ها تماس بگیرن، اولا با بهسیستی تماس بگیرن، با هیئت امنا تماس بگیرن، با ما تماس بگیرن، و دوما بیان برای جراحی. و بعد هزینه های فوق العاده ای داره برای 2 سال تا 3 سال که این بچه ها بتونن کامل به حرف بیفتن، برای اینکه بچه هایی هستن که باید آموزش ببینن و آموزش دیدن. متاسفانه ما کلاس های رایگان نداریم، همه کلاس ها پول گرفته بشه، و بهزیستی و کسانی که در این زمینه دارن ادعایی دارن و صحبتی دارن فقط تو مرحله کاشت حلزونی کار میکنن، کمک میکنن، اگر انشالله که کمکشون به دست مردم برسه. وگرنه این پروسه طولانیه و باید خیلی هزینه بره. ما سعی میکنیم تا زمانی که بچه به حرف بیفته، به مدرسه بره و خیالمون از بابتش راحت بشه، حمایت کنیم. ولی ما هم بله مشکلات هست. من الان یه بار دیگه میخوام رفقای عزیزمون شماره حساب شما رو زیر نویس کنن، و به نظر میرسه که هممون باید کنار هم بیایم و مشکلات رو حل کنیم. شماره حسابم الان زیر نویس شده. دوستان که میخوان به بچه ها کمک کنن، لطفاً به بنیاد کمک، بنیادی که مسئولیتش با سرکار خانم کتایون ریاحیه،
و تقریبا اون چیزی که من میدونم همه زندگی و هم غمشون رو گذاشتن برای بچه های ناشنوای این سرزمین و خدا ایشالله بهتون توان بده. میدونم که یه چیزی به من گفتین که من چشم رو با قصه این بچه ها میبندم، چشم رو با قصه این بچه ها باز میکنم، یعنی عملا اون چیزی که من متوجه میشم خواب و خوراک و همه زندگیشون وقفه این بچه هاست. خدا ایشالله بهتون کمک کنه. خیلی ممنون. من یه سوالی هم دارم از نه از شما نه از هیئت امنای ارضی. یه چیز عجیبی هیئت امنای ارضی برای نام نویسی اسم نویسی بچه ها و تو نوبت قرار دادن بچه ها یه خودکار لازم داره، نام نویسی خودکار لازم داره که باش اسم رو می نویسن. چرا پول میگیره و 9 ماه الان 1 سال پول هایی که از مردمی که با سختی پول رو فراهم میکنن، از مایی که با سختی از خیرینمون پول تهیه میکنیم، خیرین پول میدن و ما به خانواده ها میرسونیم، پول ما رو میگیره نگه میداره؟ چرا؟ مگه ما سود خودمون بلد نیستیم به حسابمون بیاد؟ مگه خانواده ها سود چیز رو ندارن؟ ما طبق شما ببینین الان 800 بچه توی نوبت هستن. بله متاسفانه 800 بچه تو نوبت هستن، حدود 1 ساله که این بچه ها تو نوبت، هنوز پروتز وارد نشده. 800 تا حداقل 6 میلیون تومان شما حساب کنیم ببینیم چقدر میشه. خب این پول چرا باید گرفته بشه و یه جا بلوکه بشه؟ سودش ماهی چی میشه؟ این همه سواله دیگه. و امیدوارم که مسئولین واقعا متوجه باشن که باید به زودی پاسخگو باشن برای هر کدوم از من به عنوان یه شهروند بکنا، من به عنوان کتاین ریاهی 35 سال اعتبار، آبرو و حبی که در قلب مردم سرزمینم رو دارم به عنوان سرمایه آوردم و میخوام براشون خدمت کنم. اگر بهزیستی متوجه این مهم نیست، اگر هیئت امنای ارضی متوجه نیست، وزیر بهداشت و و و و و و باید متوجه بشن و به زودی پاسخگوی من یه نفر باشن، حالا پاسخگوی کل مردم و کسانی که، و من همیشه یه دعایی دارم، من میگم که امیدوارم که آوای مهر هستی رو همه کودکان ناشنوا، آوای مهر هستی و آوای مادرانشون رو و پدرانشون رو بشنون و برای دیگران هم گوش شنوا آرزو میکنن، از جمله برای مسئولین عزیز کشورم. حالا به هر شکل من یه نکته رو بگم که آقای وزیر، آقای هاشمی، آقای زارنژاد روابط عمومی وزارت بهداشت و آقای مسائلی بزرگوار که مسئول خرید اینها هستن، همون روز بعد برنامه چون با من تماس گرفتن، من واقعا کیف کردم از این پیگیری. خوب شد که با شما تماس گرفتم، چون من از آقای وزیر بهداشت وقت هستم، وقت ندادن، گفتن که با یکی دیگه صحبت. از آقای رئیس جمهور وقت خواستم، وقت ندادم و من خیلی برام جالبه که میگم آخه با من کتون ریاهی که هیچکی تحویل نمیگه، هیچکی به من وقت نمیده، با مردم بینامونشون قراره چه اتفاقی بیفته؟ ولی گفتم که خب باشه، به هر حال من میخوام صحبت کنم، حالا صحبتام تو تلویزیون میشنون، حالا خوبه به شما زنگ زدم. آره واقعا. حالا من می‌خواستم اتفاقا بگم که حالا اگه اجازه بدین ما این مسئله رو پیگیری کنیم، چون واقعا من از هر سه بزرگواری که اسم بردم حسن خلق دیدم و دغدغه‌مندی. اگر اجازه بدین مثلا ما شنبه آقای مسائلی رو باشون صحبت کنیم و اگه میتونن بیان تو برنامه و پیگیری. بله کنیم. و واقعا ما جالبه که بدیم بالاخره چند نفر دارن بابت کاشت حلزونی. واقعا باشه. میگن آقای مسائلی الان پیام دادن، میگن که ما خیلی دوست داریم با خانم کتاین ریاهی گفتگو کنیم، موفق نشدیم. جدی؟ به جون خودم. من با آقای مسائلی کیم؟ آقای مسائلی مشاور وزیر. نه من با خود وزیر قرار صحبت پس کنم. آقای نه دیگه پیغامامو الان دادم به آقای وزیرم. آره نه درستش اینه که به هر شکل با جناب وزیرم صحبت کنن حتما، چون دغدغه یه نفر نیست، دغدغه 800 تا خانواده پول دادن، کل خانواده پول ندارن بدن. بله. کلی اتفاقای اینچنینی افتاده و باید من یه آفرین باید بگم به اون پدری که اومد اینجا، آقای صادقی اگه اشتباه نکنم، اومد اینجا نشست اینقدر قشنگ صحبت کرد و حق بچه‌شو خواست و پیگیرانه داره دنبال میکنه
من فکر میکنم همه ما باید اینطوری باشیم، برای تمام حقوقمون باید همینطور حرکت کنیم و همینطور رفتار بکنیم. در اون صورتی که مردم، در اون صورتی که کسانی هم که باید به ما پاسخگو باشن قطعا میشن، یعنی یه بار دو بار ممکنه جواب سر بالا بدن، یه بار دو بار بگن شب یلدا میرسه، ولی دفعه سوم دیگه باید واقعیت ها رو عنوان کنن. یک سال من منتظر مجوزم، من منتظر مجوز بهزیستی هم، بهزیستی باید به من جواب بده. این چیز عجیبیه، خیلی برای من جالبه. ببینید اون وقت جالبتر میدونیم چیه؟ این که مثلا تا عذر میخوام بیادبی نکرده باشم، تا دربان دم در بهزیستی هم میدونه که من یه کسی اومده اونجا، یه آدم بی سر و پای معلوم الحالی اومده اونجا یه چیزی گفته یا یه نامه نوشته یه همچی چیزی. زنگ میزدم به بنیاد که این ماجراش چیه ای بابا. و من وقتی تقاضا میکردم ماجرا رو بر من شرح بدین، هیچ کس شرح نداد. و اینا همه مراحل حقوقی داره. من فکر میکنم که یک کمی باید همیشه انشالله خیلی سریع درست بشه، ایشالله. چون وقت نداریم، میدونید گلدن تایم بچه همونو نباید از دست بدیم. کسانی که دارن این وقت کشی رو میکشن، میکنن وقت طلایی بچه های ما رو میدزدن. اینو داشتم میگفتم آقای صادقی یک دونه بچهش اینطوری با اون حال اومد اینجا. بچه های ناشنوای سرزمین من بچه های منن، 800 تا بچه تو نوبتن. انشالله این اتفاق بیفته. من خواهش میکنم که مردم هم همراهیشون رو با ما بیشتر کنن و شماره ها زیرنویس میشه. حالا بریم برگردیم یه بار دیگه هم زیرنویس میکنیم، شما هم کمک کنین که این مشکل رو انشالله حل کنیم. یه بخش کوتاهی میبینیم بعد. یه اتفاق خوبی که تولدات میفته اینه که همیشه برف و همه مردم دنیا شاد میشن به خاطر اینکه تولدات با تولد حضرت مسیح مبارکه. و من همیشه از این بابت خوشحالم که تولدات رو جشن میگیرم. میخوام یه خاطره برام تعریف کنم، نمیدونم یادت میاد یا نه. زمان جنگ من سرباز جبهه مهران بودم. یه دفعه که مرخصی داشتم و اومدم دیدم تو موهاتو هم اندازه موهای دوره سربازی من کوتاه کردی. موشک بارون بود، یه موشک زده بودم تپه قیطریه. به من گفتی علی ما هم باید بریم. گفتم چه جوری؟ لباسای سربازی منو پوشید، موتور برادر بزرگم رو سوار شدیم، تو رانندگی کردیم، من و کامران، من تو سایدکار کامی ترک تو ما رو بردی تا تبلیه بیتر. اون روز فهمیدم که تو خواهرم یه دونه فرق بکنم. خیلی متشکرم که دارین برنامه ما رو میبینین. امروز روز تولد شماست. ما هی رفتیم توی مسائلی که البته مهمه به شدت زیاد و تولد شما برای هممون خجسته است، برای ایران خجسته است و همه خوشحالیم از اینکه شما به دنیا آمدین. یه نکته که الان میمونه اینه که مردم بیان و این کار بزرگ رو انجام بدن، چون اون چیزی که من متوجه شدم اینه که آمار ناشنوایی در کشورمون بیشتر از جاهای دیگه دنیاست. بله. و مردم باید بیان کمک کنن. این شماره ای هم که الان زیر نمیست میشه شماره کارت دیگه برای راحتیشون گذاشت. بله. الان میتونن با موبایلشون هر میزانی که میخوان کمک کنن، به رفقاشون هم بگن که این کار رو انجام بدن و خیالشون راحت و مطمئن که همه این هزینه ها صرف بچه ها خواهد شد. خانم ریاهی آبروی درخشان خودشون رو کف دستشون گرفتن برای کمک به بچه های ناشنوا این سرزمین. بله.
خیلی متشکرم و من امیدوارم که مراکز کاش در غرب کشور و جنوب کشور هرچه زودتر، مخصوصا در منطقه کرمانشاه که زلزله اومده، حالا که قراره انشالله با امید خدا با سازی ها اتفاق بیفته، مرکز کاشت خوبی هم اونجا ساخته بشه و در جنوب کشور هم همینطور. چون متاسفانه ما مردم ما به دلیل عدم آگاهی و اطلاع رسانی صحیح، این بیماری مقداری ژنتیک هست، این مشکل مقداری ژنتیک هست و به همین جهت آمار ناشنوایی در سرزمین ما بالاست و هزینه از جراحی تا لوازم جانبیش، یدکیش، پردازشگر روی گوش نصب میشه، اینا مرتب خراب میشه، اینا هزینه های وحشتناک بالا داره. عمل جراحیش هم خیلی حساسه. عمل جراحی بسیار حساسی داره. من شنیدم که قراره که یه همچین پروتزی هم در ایران ساخته شه، البته نه اینکه ساخته شه، مثل اینکه قراره قطعاتش گرفته شه در ایران اسمبل بشه و به نظر من بهتره که حالا که قرار قطعاتش گرفته بشه همون اصلش گرفته بشه، مطمئن تره. یا اینکه بعد از آزمایش ها و آزمون خطاهای بسیار این به دست مردم برسه. البته که باعث افتخاره که ما بتونیم خودمون پروتز کاشت شنوایی رو بسازیم، اما بسازیم، نه اینکه قطعاتش رو از خارج وارد کنیم، باز هیئت امنای ارضی پول بده قطعات وارد بشه و اینجا سر هم بشه و خدایی نکرده. من یه دقیقه فقط یه سوالی از شما بپرسم. یه نکته رو به من گفتن که این که مثلا شرکت های مختلف، سه تا شرکت انگار داره وارد میشه، زیاد تفاوتی نمیکنه. واقعا تفاوتی نمیکنه؟ ببینید اونا رو دو پزشکا تشخیص میدن و میگن که کدوم قطعه برای چه سنی و برای چه جمجمه ای مناسبه. و اینکه این شرکت ها با همدیگه هم رقابت هایی دارن و اینا هست، ولی اون بخشش به من ربطی نداره. یعنی خیلی برام مهم نیست. مهم اینه که بچه هایی که تو نوبت کاشتن هرچه سریعتر نوبتشون و اون زمان طلایی که دارن از بین نره. ببینید تو 9 ماهگی شروع میشه شناخت آواها و دریافت کلمات. تو 9 ماهگی هر بچه ای کیک رو میخواییم ببریم. من میدونم که ماها این شاهو برش، ماها چه آرزوی برای شما داریم. ماها دوست داریم که باز شما رو در سینما و تلویزیون ببینیم، کیف کنیم از بازی فوق‌العاده‌تون. این آرزو هممونه، ولی خودتون برای خودتون آرزو کنیم لطفا. من آرزومو بلند میگم، آرزو میکنم سرزمینم بماند، مردم سرزمینم بمانند، بدرخشند و فرزندان و آیندگان سرزمین در سلامت و صحت و شادی به سر ببرن. انشالله. آقای اجلالی این کیک شما رو دیدید؟ خیلی کیک قشنگی، خیلی کیک خوشگل. دستشون درد نمیاد، نمیدونم کجاش باید ببرم. میخواید شمارش معکوس داریم؟ میزنم کات. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی متشکرم. آقای وزیر مرسی. الان از طرف آقای وزیر تماس گرفتن که قرار هماهنگ میشه انشالله. اگه هر موقع شما فرصت دارید هماهنگ شما انجام میدیم، همین کارو انجام میدیم انشالله. این اتفاق آرزوها همه برآورده شه انشالله. انشالله بعد از جلسه هم به همین اندازه خندان باشیم و بگیم کل بچهای ناشنوایان مشکلشون حل میشه. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. تشریف تولدتون مبارک. مواظب خودتون، خوبیاتون و لبخندتون باشین. آخر هفته دلپذیری براتون آرزو میکنم. یا تموم این شبا رو با یادت قدم زدم این کوچه ها شاهد بپرش